با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. دیالوگ هفته رو به اتفاق رفیق حسن احسان تقدیم شما میکنیم که اختصاص داره به سومین بخش از سلسله برنامه‌هایی که به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برای شما تهیه دیدیم. همونطور که در تیتر برنامه مشاهده میکنید، بخش سوم اساساً اختصاص داره پاسخگویی به این پرسش که اون انقلاب 57 یک انقلاب ارتجاعی بود یا انقلاب مردمی بود که خب شکست خورد و از کی شکست خورد و اینا. همونطور که میدونید خب گفتمان حاکم، گفتمانی که جمهوری اسلامی در تمام 45 سال گذشته سعی کرده تبلیغ و ترویج بکنه، اینه که اون یک انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بود که پیروز شد. هر سال هم میبینیم در 22 همزمان با 22 بهمن نمایشات خیابانی برگزار میکنه، از جمله در شامگاه منتهی به روز یکشنبه 22 بهمن کلی هم ترقه بازی و آتش بازی و اینا را انداخته بود که خشم بخش های از مردم رو برانگیخت. اومدن پشت بام منازلشون با شعارهای همچون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اعدامی از این رژیم به اصطلاح چیکار کردن، از این نمایش دولتی ظفرنمون به اصطلاح جمهوری اسلامی از این دهه‌ای که اسمشو میذاره دهه فجر استقبال کردن و بار دیگه خشم خودشون رو از این رژیم مبتنی بر استثمار، نابرابری و جنایت و غارت اعلام کردن در شهرک ها و محلات مختلف تهران، حتی در نجف آباد اصفهان و برخی مناطق دیگر ایران. به هر روی این گفتمان رسمی جمهوری اسلامی هست، انقلاب اسلامی بود و پیروز شد و هر سال هم 22 بهمن در واقع یک 10 روز رو از 12 بهمن تا 22 بهمن رو به اصطلاح چیکار میکنه؟ جشن میگیره. خب نگاه نیروهای چپ و مترقی به این رخداد مهم 45 سال پیش چی هست که منجر به پایان دادن به حکومت سلطنتی خاندان پهلوی و کلن به اصطلاح 2500 سال نظام سلطنتی در ایران شد؟ آیا حکومتی که اومد سر کار برخواسته از خواستهای آزادی خواهانه، عدالت طلبانه و برابری طلبانه و استقلال طلبانه مردم بود که سالها در جویایش بودن از انقلاب مشروطه تا خود سال 57، یا نه یک پارازیتی بود خلاف خواستها و مطالبات مردمی؟ بر رو ما در برنامه دوم توضیح دادیم که چرا در اون انقلاب هژمونی افتاد به دست خمینی، دلایلش چی بود، عواملش چی بود، چه داخلی چه بین المللی، چه حتی نقشی که خود رژیم پهلوی داشتن، چی شد که انقلاب ملاخور شد، ما دفعه قبل بررسی کردیم. اینجا یه مقدار مکس بیشتری میکنیم. متعرفق حسن، شما مایل بودید که یک بخش از صحبت که از دفعه قبل مونده بود، نقش جریانات به اصطلاح لیبرال ملی مذهبی در اون انقلاب و کمکی که کردن به عروج جریان خمینی و تثبیت حکومت جمهوری اسلامی در همون ماها و سالهای اولیه پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، مایل بودید که توضیح بدید نقشی که بورژوازی تجاری، تجار سنتی داشتن در حمایت مالی از جریان خمینی و غیره. درود به تو و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. آره جان، همینجور که شما به درستی گفتید، این نکته خیلی کلیدی است که چرا بسترهای عملی در سیاست برای ارتجاع روحانیت یا به قول ما راه کارگری ها کاست حکومتی به وجود آمد. یعنی این دولت استثنایی اونجور که پولانزا است اون تئوریزه کرده، از چه منطق و زاویه هایی این به وجود آمد؟ فراموش نکنیم که بعد از بویژه، اولا بعد از کودتای 28 مرداد و جبهه ملی که اساسا نیروی اصلیش و ملی مذهبی ها تشکیل میدادن، اساسا عرض میکنم چون توش نیروی سکولار، نیروی لایک بود با بعضی از مواردی با تاندانس چپ، اما در مجموعه خودش نیروهای ملی مذهبی بودند
و اینها فقط هم روحانی نبودن، اساسا بقول معروف کلاهی بودن، در رأس شعرهای شناخته شده مثل سنجابی، مثل شاپور بختیار، مثل که مذهبی نبود، مثل بازرگان که عمیقا مذهبی بود، نه فقط مذهبی بود، چندین کتاب در مورد تفسیر قرآن، در مورد انطباق علم با اسلام عزیز داشت. اینا اون دوره کتاب‌های مزخرفی را هم ترجمه می‌کرد، در مورد دکتر الکسیس کارل و اینجور چیزا که ویژگی‌های بسترسازی‌های علمی پذیرش علم رو توسط اسلام یا پایه‌هاش نشان بده، که در ادامه اون بحث‌های تئوریک نظریه امثال شریعت مداری ها، آل احمد ها، فردیت ها، احسان ارز کنم که نراقی ها و دیگران، این یک بار اضافی برای شد. و به ویژه که اینا چهره های مشروع مردم پسند بودند که زندان در کودتای 28 مرداد به زندان رفتند و به کرات رفتند. بنابراین از یک لایه وسیعی از جنبش اجتماعی اینا از محبوبیت و اتوریته خاصی برخوردار بودند. در رأسش بورژوازی بازار بود و به ویژه بازار تهران و بازارهای سنتی که مال تجاری رد و بدل می کردند و بازمانده از دوران عمیقا فئودالی گذشته قبل از انقلاب به اصطلاح سفید شاه و مردم، اینها گره خوردگی خاصی داشتن که از دلشون یه جریانی در آمد، چندین جریان در آمدن. یکیشون سازمان مجاهدین خلق بود، زیر تأثیر زندیان حریف نجات اینا به مبارزه مسلحانه گره بیده بودن با نقد برخی از فرصت طلبی ها، ولی دقیقا در چارچوب راه حل اسلامی برای مقابله با این بحران های سرمایه‌داری و و و که اصلا جای بحثش هم اینجا نیست. یک گرایش بودن که شبه مسلح بودن، که دفعه قبل گفتم که بخش قابل توجهی از اینها این مجاهدین انقلاب اسلامی اینا رو تشکیل دادن، مثل امثال بهزاد نبوی، اینا تیم گنده ای هم بودن، از جمله این تاجزاده و پاجزاده و همه اینا را میشه تو این کاتگوری گنجانده. یک گرایش انتلکتوئل دانشگاهی مسلمان بودن، گفتم در رأسشون آقای بازرگان، یه طیف وسیعی از اساتید دانشگاه و شخصیت های سیاسی جا افتادی مثل سنجابی، مثل همین احمد صدر حاج جوادی که بعدا شد وزیر کشور و اطلاعی معروف و خونده اینا. از طریق اینا باز بعدم بونم بعد از جریان سال 42 و اعتراض ارتجاعی روح الله خمینی علیه برابری حق رأی زنان و و و اون درگیری و اعدام هایی که شاه کرد از بخشی از بازاریان، از جمله اون رئیس بارفروشان تهران که همین الان اسمش از ذهنم یادم را خارج را بیاد داری بگو، و اینا رو اعدام کرد برای ارعاب، ایجاد ارعاب. ولی اون پایه های بلکه داستان ها ساخته شد برای 42 خرداد 42. این فضا فرصت های مختلفی را برای این آقایان و پیوندشون با بخشی از روحانیت که در جبهه ملی فعال بودن، در رأسش آیت الله سید محمود طالقانی، عرض کنم حضور شما و دیگران، چون یه لیست یه سیاه هست چهره اصلی و برجسته شو خواستم ناورم، که اون با جبهه ملی عمیقا کار میکرد، در این حال تفاسیر پرتوی از قرآن داشت، مدرنیزه کردن نگاه به قرآن رو تعبیر میکرد، و یعنی همه اینها تلاش به این که عمدی در آمدن خمینی باشه یا نباشه، در مغزشویی مردم برای فریب یک لایه وسیع نیروی توده‌ای و به ویژه حول بازار فراهم کرده و با سرمایه انبوه، نه فقط از طریق وجوهات خبز زکات، بلکه کمک های مالی سنگین به طیف های مختلف ملی مذهبی، از مجاهدین خلق بگیر
تا برس به بازرگان و دیگران. خب این بعد اون داستان آخر 56 که ما ببینیم اون شورای انقلاب تشکیل شد، یک بخشی در واقع ملغمه ای است از بخشی از روحانیت، مثلا بهشتی که هامبورگ امام مسجد بود تا رفسنجانی که بارها در زندان بود، این سید علی خامنه‌ای و اینا تا آقای طالقانی و منتظری و رهبران فکری بورژوازی بازار در رأسش مثلا بازرگان. و شوخی هم نبود که این آقای خمینی شارلاتان بازرگان را آورد کرد نخست وزیر، تا اون زمختی اسلام حاکم کاست حکومتی رو کمرنگ بکنه. خب این پول سرمایه دارم و بازار تهران هم تا قلب روستاها بره پخش نوارهای خمینی که دفعه قبل تو به دقت و درستی گفتی که از عراق آوردنش به لوفتوشاتو و اونجا این فرصت های تبلیغ شد، این تقریبا یک شبه میرسید تهران، از اینجا هم کمتر از 24 ساعت تو دهاتای سراسر ایران پخش میشد با پول، بودجه و امکانات بورژوازی بازار و با حمایت عملی این طیفه که بعد بخشی از قدرت حاکمه رو در فاز اول قبل از کودتای خمینی علیه اینا به دست آوردن. خب شما میبینید که چپ اون وظیفه داشت که به تفصیل صحبت کردیم، پیوند شاه با امپریالیستا و منافعشون در جنگ سطح اون وظیفه داشت، سیاست عملی اتحاد جماهیر شوروی در برانگیختن جنگ کشورهای به اصطلاح ضد امپریالیست از با نگاه راج و غیر سرمایه‌داری اون وظیفه داشت، توده مردم که اساسا از قلب روستا کشیده بودند جز ایدولوژی اسلام مذهبی کمتر داشتند، سانسور و فقدان کتاب در شکل توده‌ای ناممکن بود، کتاب‌ها را هم لایه‌هایی از روشنفکران مطالعه می‌کردن با تیراژ 3000 تا 2000 تا 4000 تا در کشور 35 میلیونی. این یا بعد اینجا نقش کلیدی ویرانگر این پیش مرگه های انقلاب اسلامی که بعد کودتا شد این قلقم شدن در رأس و بازرگان یک بخش دیگر بود. من خواستم این پایه را، این تحلیل ما را از نیروی طبقاتی اجتماعی بگم و بگم چرا این انقلاب پوپولیستی بود و این پوپولیزم ریشه هاش در چه صفبندی های نظری و ایدئولوژیک قرار داشت. بفرمایید. در رابطه با همین نقشی که جریان لیبرال های مذهبی، مل مذهبی ها اینا داشتن، خب دو تا روایت هست دیگه. یه روایت اینه که جریان روحانیت به رهبری خمینی ابتدا اون اعتماد به نفس رو لازم رو نداشتن که بتونن یک حکومت رو اداره بکنن، به همین خاطر از همون زمانی که حتی شاپور بختیار نخست وزیر بود، خمینی بعد از اینکه اومد ایران این بازرگان رو به اصطلاح چیه اعلام کرد به عنوان نخست وزیر و تظاهرات های هم در شهرهای مختلف ایران را افتاد، مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر ایران و بعد خود بازرگان هم بعدن این کابینه ای که ایجاد کرد، حالا غیر از این که تعدادی از اون حزب اللهی های متصل به خمینی حضور داشتن، مثلا افرادی را آورده بود، مثلا فرض بگیر داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران شده بود وزیر کار، دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی یکی دیگر از وزرا بود، فرض بگیر افراد مختلف لیبرال یا لیبرال مذهبی رو مثلا کرده بود که از حزب ملت و جبهه ملی و به ویژه نهضت آزادی و اینا اومده بودن، اینو به اصطلاح چیه، یعنی بخشی از بورژوازی لیبرال ایران عملا کمک کردن به رژیم خمینی. در مورد نقش اون تجار سنتی، بورژوازی سنتی بازار از اسکرولادی ها و تقی خاموشی ها و خود رفیق دوست ها و فلان اینا هم که به اصطلاح خودتونم صحبت کردید، یعنی نقشی داشتن اینا. این یه تحلیل این بود. یه تحلیل این که نه، خمینی میخواست خرش از پل عبور کنه، در واقع به قول خودش میگه من خود اکردم. مثلا پای درخت سیب در نوفل نشاتو وقتی خبرنگار ازش پرسید که چه حکومتی میخوای، میگفت که من یک جمهوری میخوام مثل همین جمهوری فرانسه. سوال ازش کردن آیا مارکسیستا و زنا آزادن، گفت آره آزادن،
بعدن دیدیم که در یکی از وقتی خرش از پل عبور کرد به قدرت رسید، گفت که من اون زمان خدعه کردم. در رابطه با آوردن موقت امثال بورژوازی لیبرال و لیبرال های مذهبی هم تاکتیک میگن به خرج داده بود که خرش از پل عبور کنه، مردم وحشت نکنن، آه حکومت ملایان، حکومت به اصطلاح امام به سرها اومده چیه سرکار. یه مدتی هم یه جستی اومد از تهران رفت قم، در حوزه علمیه به اصطلاح قم سکنا گزید. ولی همه ما دیدیم که به اصطلاح قدرت کلیدی، یه بحثی که رای کارگر اون زمان میکرد، متاسفانه بخشی از نیروهای چپ این رو قبول نداشتن و نمیپذیرفتن. مثلا برخی از نیروهای چپ به صرف این که اکثریت کابینه بازرگان لیبرال ها بودن، میگفتن قدرت در دست بورژوازی لیبراله نه روحانیت، و تازه روحانیت هم میگفتن نماینده بورژوازی سنتی مثلا مرفع بود. ما میگوتیم آقا جان قدرت رو که اینجوری تحلیل نمیکنن که، اون یه قدرت سوریه. تازه خود بازرگان هم میومد تلویزیون میگفت که چاقو رو به من داده، اما چاقو دسته نداره که بپوره. قدرت کلیدی در جای دیگری بود، در اون شورای انقلاب به اصطلاح اسلامی بود، در اون خود نوت‌هایی بود، دستورالعمل‌هایی بود که خمینی صادر میکرد. یعنی ما قدرت کلیدی رو در دست روحانیت به رهبری خمینی میدیدیم. قدرت و کابینه‌ای هم که بازرگان تشکیل شد داده بود، یه کابینه سوری بود، و دیدیم خیلی راحت با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو و خط امام عملا سقوط کرد، هرچند حضورشون در مجلس شورای اسلامی تا حدودی تا سال 60 مثلا هم ادامه پیدا کرد. بعدا همین بلا هم سر یک فرد دیگری به نام بنی صدر هم به اصطلاح چیه اومد. حالا رفیق حسن، سوالی که الان وجود داره، گفتمان رژیم اسلامی رو گفتیم، سوالی که وجود داره اینه، برخی معتقدند مثلا، یعنی با توجه به نتیجه اون انقلاب که حاصل شورکار آمدن جمهوری اسلامی بوده، 45 سالم متاسفانه تداوم داشته، میگن خب اون یک انقلاب ارتجاعی بود دیگه، رهبریش هم خمینی داشت، پیروز شد، شما ای چرا میگید شکست خورد، منم ناکام ماند؟ نه، اون انقلابی بود ارتجاعی. و مثلا در رابطه با مسائل مختلف هم مسائل‌های مختلف می‌زنن. این ایده رو نه فقط حامیان جمهوری اسلامی، بلکه بخشی که هم با جمهوری اسلامی و حتی بخشی حتی با رژیم شاه هم مخالفند، هرچند بخش کوچکی از این روشنفکران هم مثلا شما می‌دیدید، مثلا حتی مثلا بخشی از کسایی هم که خودشون رو چپ می‌دونن اکنون یا در گذشته چپ بودن، هم با همین استدلال که اون یک انقلابی بود بر رو، به دلیل اینکه رهبریش در دست جریان خمینی بود، یک مرتجع تمام عیار، بنابراین انقلابی بود ارتجاعی، همچنان که مثلا جنبش داعش رو ما یک جنبش ارتجاعی میدونیم، القاعده رو ارتجاعی میدونیم، بوکو حرام رو ارتجاعی میدونیم، طالبان رو که علیه حکومت وابسته به آمریکا اشرف غنی و حامد کرزای می جنگ ارتجاعی می دونستیم و فلان، اینا هم ارتجاعی بود. اما برای شما چرا این میگید انقلابی بود مردمی و شکست بود؟ بگوش. آره جان، نکته جالبه این، خیلی خیلی نکته روش متمرکز بشیم و باید همون جور، من البته نخواستم بگم مثلا این گرایش های ملی مذهبی که به شکل یک اپوزیسیون هم در آمده بودن در چارچوب دفاع از اسلام عزیز، مثل دکتر سامی که یه تشکیل داده بود، دکتر پیمان که جریان دیگه تشکیل، این هم مجموعه بودن. سرتاشو میبندم، نمیخوام وارد اجزاش بدم. اصل انقلاب ایران رو با این رویداد که نگاه نمیکنن، چه سلطنت طلبان هار و فاشیست و شعبان بیمخاش، چه برخی از روشنفکران چپی که نقششون در اون دوره انقلاب اینجا و اونجا پشیمان شدن و از زاویه انفعال نگاه میکنن. برای اینکه ببینیم مفهوم یک انقلاب مترقیست با یا ارتجاعیست، باید مطالبات اون انقلاب رو میز بذاریم. انقلاب مشروطی در پیشبرد اهداف اصلیش شکست خود، بویژه با کودتای سلطنت به توپ بستن مسجد و مداخله دادن چهار آخوند به عنوان ولایت فقهای عادل حق رأی ویژه و بتو شکست خورد. اما آیا مضمون انقلاب مشروطیت بود؟ مضمون انقلاب مشروطیت مدرنیزاسیون کردن جامعه ایران، از کنم حضور شما
در همشکستن اقتدار استبداد سلطنتی 2500 ساله و یک حد معاینه فرصت و بستر رشد جمعیت شهری و فرهنگ و اندیشه ورزی شهری یک خصلت روشنگری داشت. این انقلاب همه نامشه بود. ما دو تا جلسه 50 دقیقه‌ای با ریز و جزئیات گفتیم که چرا فقر در بعد از انقلاب شاه و ملت یواش اونم در لحظه بالا آمدن قیمت نفت عمیق شد. ما استدلال کردیم چرا شکاف عظیم طبقاتی بین اکثریت نادار و اقلیت روز به روز فر بهتر شد. ما استدلال کردیم چرا این اقلیت روز به روز فر بهتر امثال اسدالله رشیدیان، بانک توزیع فلان با دستگاه سلطنت و خانواده سلطنت برای غارت اکثریت عظیم شراکت داشتند. ما اینا را با سند و مدرک آوردیم. ما از 4-5 محقق بزرگ فرهیخته گفتیم که تعداد تختخواب در بیمارستان ها آخرین کشوری بود بین آفریقا و تمام خاورمیانه. ما گفتیم 6 نفر 40% رشد کردن، 6 نفر آدم خانوار در یک اتاق زندگی میکردن. ما گفتیم هزاران هزار نیروی آواره شده از ده بیکار در حاشیه شهرها بلومپلپولتاریا تبدیل شدن. بازار کاری برشون وجود نداشت. ما گفتیم بالا بودن مسکن و کم بودن مسکن و سرسام آور شدن روز به روز اجاره ها بی خانمانی رو دامن زد. انقلاب پس دو تا ویژگی داشت. در کجا؟ در بستری از استبداد فردی محمد رضا شاهی که گفتیم چندین بار که خودش را مستقل از طبقات ممتازه و بورژوازی هم میدونست، یک کتاز مطلق بود در این حال آدم غرب. خب ما گفتیم پس این انقلاب اینجا باید اثبات کنن آیا این انقلاب مضمونی ضد استبدادی به شکل اثباتی مضمونی برای دموکراسی و حق همگان برای زندگی و انتخاب بود داشت یا نه؟ مضمون این انقلاب هست؟ آیا این انقلاب مضمون تهی‌دستان و خانه خرابانه که اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میدادن برای به دست آوردن رفاه، نان، کار، مسکن، بهداشت بود یا نبود؟ اگر اینجوری بود، انقلابی که بود و ما در دو جلسه در فشرده ترین کلام تلاش کردیم دوتایی به کمک برخی زیاد از محققین با فرهنگ خارجی و ایرانی که کار کردن اثبات کنیم که این مضمون بود انقلاب ضد استبدادی ضد استثماری بود و در این حال در خدمت استقلال هم بود در مقابل تعرض و سلطه بلا قید و شرط آمریکا و انگلیس و دول غربی بعد از جنگ. پس هم ضد استعماری بود، برای استقلال می جنگید. استعمار شاید کلمه کلاسیک تریه برای این دوره که من دارم میگم، ولی برای استقلال ایران می جنگید. ضد استثمار بود، اکثریت عظیم توسط اقلیت عظیم کوچک، و ضد استبداد بود علیه دستگاهش و جریان مخوف ساواکش. آیا این مطالبات مترقی بود یا ارتجاعی بود؟ اون دانشمندان محترمی که بعد از انقلاب زیر تأثیر حزب توده و گفتم به دنبال سیاست خارجی شوروی خراب کردند، تو مدتی سینه زدن زیر پرچم امام ضد امپریالیست و فریاد زدن سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید، اونهایی که اون دوره طلایی تا قبل از نشست را در جریان جنگ رو قربانی کردن و مقاومت مردم رو در عملا در هم‌آوازیشون با ارتجاع در هم شکستن و خودشون هم در هم شکسته شدن کلاهشون رو قاضی کنن. چرا ما بگیم انقلاب؟ ما بگیم ما خیانت کردیم و خطا کردیم. برخی از اینها گفتند، برخی ها تا همین الان میگن که شرایط اونجوری بود
برق با یه پادره مثل این یارو فرخ نگهدار، فرخ نگهدار نمیخوام بغیر نام ببرم، یک چیز عظیمی هن. حتی آدم های فرهیخته‌ای مثل طبری اینا رو آوردن به حاضر بیچاره رو به حاضر یه مثال بذارم جربا تمام کنم. من از زندان با محسن یرفانی در آمدم، اولین جلسه تو خانه زیر زمینیه هوشنگ گرشیری، خانم طاهری، خونه خانم طاهری بود، اونجا ما جلسه داشتیم. به حاضر محدود از قبل هم میشناختیم، اون که پیش قسمت ما بود تو جریان شکل‌گیری کانون اینا، ما چپ ها منظور منه، آل احمد یه دیگری مورید مراد داشت، کار ندارم. اونجا هنوز روزهای اول جا به جایی بود، به حاضر با قدرت تمام باشی این دفعه دیگه گردن ما رو بزنیم، باید برای انقلاب تا دینش حرکت کنیم. شنان قاطع و خب این گرایش ما را حتی خوشحال کرد. در اون جلسه خیلی عبود از سلطانپور، دیگران نصیب خاکتار دیگر کار ندارم. دو هفته بعد، نه در 2000 سال بعد، به هازین عمامش رو 180 درجه چرخاند زیر فشار حزب توده ایران و اونجا آمد در جلسه کانون و ما در مقابل یک مبارزه ضد امپریالیستی ایستادیم، بایستی از امام دفاع بکنیم در مقابل ضد انقلابی که به کمک امپریالیسم جهانی بسیج شده. این همجور ادامه رفت تا به اخراج بهازین از کانون به دوستانش کشیده شد که باز جای بحث ما نیست. میخوام بگم حالا چرا چپ انقلابی، نیروی انقلابی که هزاران کشته و قتل عام شده در دستگاه آدم کشی رژیم، باید مالیات چه پس بده؟ حرف من اینه، مضمون انقلاب مترقی، تداوم مطالبات انجام متحقق نشده انقلاب و مشروطیت، عمیق شدهش در سه حوزه علیه استبداد، علیه استثمار و برای استقلال بود، این وسط پامال شد در یک روند و بنابراین اون کسانی که نام این انقلاب بزرگ رو ارتجاعی می‌سازن باید ارتجاع رو بر پیشانی خودشان بنویسند. رفیق حسن، جالبه که این روزا که همزمان با این سالگرد 22 بهمن هست، این 100 تن طلبای دو آتشه یه هشتکی هم راه انداخته بودن، مرگ بر فتنه 57. اولین سوال اینه که خب اگر اون فتنه بوده، مسئول به اصطلاح همکاری ارتجای سرخ و سیاه بوده، شما چجوری مثلا خامنه ای وقتی اون حوادث پس از خرداد 88 رخ داد اومد گفت این یک فتنه بزرگ هست و فلان و سران فتنه هم کروبی و موسوی رو هم انداخت زندان، شما شاه باید می اومد میگفت، هشدار میداد به مردم که من مظهر مدرنیته و پیشرفت و آسایش و رفاه و اینا هستم، این چیزی که این آخوندا برای شما میخوان بیارن یا این انقلابیونی که تو خیابان هستن میخوان برای شما بیارن جز ارتجاع مز و فتنه فلان نخواهد. ولی شاه چیکار کرد؟ شاه اومد تلویزیون نگفت فتنه، گفت من صدای انقلاب شما را مردم شنیدم و قول جبران اشتباهات. بنابراین پدر تاجدار شما اون حوادث رو اسمشو گذاشت انقلاب نه فتنه که الان شما اسمشو بگید، مگر اینکه شما هم بگید آقا محمد رضا پهلوی هم مثل خمینی خودی کرده بود، قصد داشت آب از آسیاب بیفته، آتش انقلاب فروکش کنه و بعد دوباره با مشت آهنین ادامه حکومت بده، ولی اون اومد در رنگ از رخسار پریده گفت من صدای انقلاب شما رو شنید، یعنی اون حوادث سال 56-57 رو انقلاب نام. دوم اینه که اینا که وقتی یک انقلاب شکست میخوره یا ناکام میشه و نتیجه اون انقلاب رو با خود اون خواستهای عادلانه مردم یکی میگیرن، به قول شما باید همین حرف رو در مورد انقلاب مشروطه هم بزنن دیگه، چون از انقلاب مشروطه در بهترین حالت رسالتش این خواست باشه که شاه سلطنت کنه نه حکومت. بعد چی شد؟ در نهایت رضا خان اومد کودتا کرد، دوباره همون سلطنت مطلقه مبتنی بر دیکتاتوری و مطلق العنانی شاه رو چیکار کرد؟ ادامه داد.
یعنی اسمش ظاهرا مشروطه سلطنتی بود، قانون اساسی عنوانش و پیشانیش نوشته شده بود قانون اساسی مشروطه، ولی در واقع همون سلطنت مطلقه قاجاری ادامه پیدا کرد، این بار در شنل خاندان پهلوی. ولی باز شما نمیگید اون یک فتنه فرامون، باز صحبت از انقلاب مشروطه میکنه. ما هم همینو میگیم، انقلاب مشروطه انقلابی بود بر حق، برای استقلال، آزادی و عدالت که ناکام ماند. انقلاب 57 هم انقلابی بود برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، یعنی هم خواست عدالت اجتماعی علیه نابرابری طبقاتی، آمارهای مختلفی رای دادیم، نرخ بالای تورم 37%، این خانه های به اصطلاح محقر گودنشینان و زاغنشینان، اینو مثال زدیم. بعد مبارزه بی امان روشنفکران، دانشجویان، نویسندگان علیه سانسور و استبداد را مثال زدیم. اون ده شب شعری که بین هر شب 10 تا 20 هزار نفر در مهرماه 56 در شرکت میکردن، اون نوت‌های آتشین زنده یادانی چون باقر مومنی و سعید سلطانپور و غلام حسین سعیدی و غیره علیه سانسور و استبداد رو شنیدیم، که بعد در اسفند ما در دانشگاه صنعتی آریامر با 15000 نفر دانشجویان اون رو تکرار کردن که به شدت سرکوب شد و برگبار بسته شدن دانشیا در اسفند همون سال 56. بنابراین و در این حال استقلال از قدرت‌های امپریالیستی، فعال مایشایی مستشاران نظامی آمریکا در ایران بیش از 50000 و ساواکی که زیر نگین موساد و CIA آموزش دیده بود برای شکنجه مبارزین. بنابراین انقلابی بود برای این خاص، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، منتها در پروسش به دلیل هژمونی یک نیروی ارتجایی به انحراف کشیده شد. کما اینکه ممکنه انقلاب نوین ایران، همین انقلاب ژینا را، مگر همین جریان رضا پهلوی با اون منشور مساش نمیخواست به انحراف بکشه، که بدبختانه و متاسفانه جمهوری اسلامی با سرکوب فاشیستی که کرد مثلا مانع از سقوط خودش شد. ولی اونا هم میخواستن همین بلا را سر انقلاب ژینا بره. اگر این بلا سر انقلاب ژینا میومد، ما باید بگیم پس انقلاب ژینا هم یک انقلاب ارتجایی بود، چون از درونش مثلا آقای رضا پهلوی در اومد. آره جان، من برام جالبه، من پریروز بی بی سی را گوش کردم، هرگز این میزه گرتاشو جز برام حساسیت ایجاد کنه وقتمو نمیذارم. یه برنامه به نام پرسش و پرسش گذاشته بودن که مضمونش بود ارزیابی انقلاب، اینو دولت بی بی سی مطرح میکنه، که گفته اون خانم گرداننده که من همه نهله های فکری را آوردم با گراش های مختلف، یک ایده را آوردم سوال کنن، یه ایده هم جواب دادم. ببین فقط خوانندگان بینندگان ما ببینن دعوت کنندگان کیا هستن. فرخ نگهدار که همین امروز هم برای علی خامنه‌ای نامه میده و از گذشته راست اکثریت و امام حسین تبریز دفاع میکنه. ملیحه محمدی که مگه اکثریتی سابق بودم، ولی انقلاب تیر رو نادرست میدونه، تخته میکنه. آقای رضا تقی‌زاده مشروطه‌خواه که اصلا سرخ سیاه را به فوش میکشانه. عرض کنم که یک اصلاح طلب روزنامه‌نگار. بعد چپش کیه؟ چپش خانم ناهید بهمنی که عضو کمیته مرکزی کمره عبدالله مهدی مهتدی هستم میاد. این ترکیب یک روایتی است که با زیگزاگ‌های مسخره تو طیف عمیقا راست، که از همون فردای پیروزی قیام اینها زیر عبای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، منهای رضا تقی‌زاده مشروطه‌خواه که فراری شد و رفت بیرون و شاهنشاهی موند. حالا نمست میخوام بگم بی بی سی برای انحراف، نه بی بی سی، اون تلویزیون سعودی انترنشنال، صدای آمریکا، اینها الان که میخوان حتی انقلاب 22 بهمن تحلیل کنن، حتی شرافتمندانه، تاریخ نگارانه و نگاه به حرکت های تقریبا نمیان، تاندانس های مختلف، نهله های مختلف اون دوره رو بیارن، ارزیابی شروع باشه، یه طرف آشوخا باشه، یه طرف سلطنت باشه،
یه طرف فرخ نگهداری که با همونا هم دسته عملا، یا عبدالله مودودی مدافع با چی بکرد همکار سابق رضا پهلوی در اون اتحاد جنبش شینا با اون توطئه شکستن جنبش شینا. این نگاه این اینه، از این منظر تبلیغات میشه که انقلاب ایران ارتجاعی بود. اینها ارتجاعی بودند که زیر پای امام ضد امپریالیست و قلابی دموکراسی آزادی را سر بریدند، یک سانتیمتر گامی هم برای عدالت اجتماعی و استقلال ایران و عملا بر نداشتند. داستان سفارتگیری را شما که دنبال بکنه دور سالا، دوستم هم بود فوت کرده، هانیبال الخاص، یک نقاش بسیار درجکی که البته از مریدان و شاکران آل احمد بود، پشت در سفارت آمریکا یک عده شاگرد خودشم توده‌ای بود، توده‌های جوان نقاش جمع میکنه پشت در دیوار سفارت آمریکا به عنوان پیروزی جمهوری اسلامی از کنم که نقاشی میکنن. برخی از همین لایه ها که الان توی این ترکیب هفت نفره برشمردم چای پخش میکنن بین مردم. یعنی اینها به جای این که بعد از 45 سال اخلاق انسانی خودشان رو جلوی خودشون بذارن و نقششون رو در ویران کردن مطالبات کلیدی مردم ایران با همدستی عملی با جمهوری اسلامی بیان کنن، برای تخریب این انقلاب یا انقلاب ارتجاعی که بود که بود ما نبودیم، از بیخم همیشه همینجور بود جمعه الاخر. یعنی این ها من مخصوصا این پشت ها اسم آد میزگرد را نام بردم که بینندگان میتونن اگر خواستن نگاه کنن، چون بی بی سی توی رابطه خوش بدن یکی دونه آدم نیاورد اونجا که بگه این مطالبات بود که انقلاب رو در بی داشت. انقلاب بهمن عظیم، انقلاب عظیم بهمن 57 تداوم انقلاب مشروطیت بود به خاطر مطالبات موفقش و آمد اینجا عمیق‌تر از او شد، اما با شکست چند جانبه توطئه جهانی امپریالیسم و بخشی از خودیهاش ویران شد. اینها را بایستی اینجوری دید. به همین دلیل تمام اون نکته هایی که تو گفتی دقیقا تو پارامتر این قضیه باید بگنجه. من این افراد را پشت را نام نبردم، اینها را مستقیم تحقیر کنم. اینا نماد ارتجاع حمایت از جمهوری اسلامی هست که امروزه نه در نقد خود در اینکه انقلاب غلط بود میخوان سخنرانی بفرمایند، و بعد اون دستگاه دولتی امپریالیستی بی بی سی با آوردن اینها حقانیتی که این انقلاب به در خور نبود آخونده آورده رو میخواست تثبیت کنه. بی بی سی که در جریان جنبش 88 اون چیز سبز، در جریان 96 98 فلان تلاش کرد یک جوری باز به دنبال اصلاح طلبان آویزان بشه، حالا فراتر از اون رفته. میخوام بگم که صدای پر جمشنونده جهانی چهره هایی رو علم کرده و معروف کرده، از نوع این فرخ نگهداری که بر اساس مستناد داتی که زنده یاد اکبر شاملو اکبر شالگونی مطرح کرده در قتل کارها و عزاشم نقش داشته، این آدم رو میارن که راجع به انقلاب حرف بزنه. و الان آمده اینا حالا کیان؟ همشون میگن اون خشونت بود، ما با اون خشونت مخالف بودیم، به اشتباه کردیم که اون خشونت تندرد، ولی اون خشونت بعدی رو نمیبینند که سرسپردگیشون زیر پای امام ضد امپریالیست قتل عام دهه‌شصت رو به دنبال داشته. ما گفتیم که به هر حال این رژیم خمینی وقتی اومد سر کار یک سری اون اوائل همکاران همدستایی داشت که البته همه اونها بعدن سرکوب شدن، مثل جبهه ملی، مثل نهضت آزادی، مثل حزب ملت ایران، مثل جریان بنی صدر که نشریه انقلاب اسلامی رو در می آورد، مثل همین فدایان اکثریت، مثل حزب توده و غیره و ذالک که بعدن اینا به اصطلاح چه، ولی بودن جریانات بسیاری از جمله چپ انقلابی از
کومله کمونیست در کردستان گرفته تا نیروهای دموکراتی مثل حزب دموکرات کردستان در کردستان گرفته تا چریکای فدایی خلق تا جنای انقلابی یا اقلیت فداییان تا سازمان راه کارگر، سازمان پیکار، گروه نبرد، سربه‌داران که جانانه ایستادن، سازمان بعد کمونیستی، سهند، اینا همه ایستادن در مقابل این رژیم ارتجاعی و از محتوای انقلاب، این راهپیمایی شکوهمند یک قرنه مردم ایران برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و برابری و تحقق یک دموکراسی حقیقتا پیگیر، به صورت چکار کردن؟ دفاع کردن. یعنی هم از عدالت اجتماعی علیه نابرابری های طبقاتی، هم علیه استبداد، میخواد استبداد به اصطلاح سیاسی صرف و با کراوات و فکولی باشه یا استبداد مذهبی هم باش عجین شده باشه، ایستادن. و بعدن هم البته از سال 60 مجاهدین خلق هم پیوست به این مبارزه و میبینیم که ده ها هزار مجاهد و کمونیست و دموکرات و سکولار و اینها قتل عام شدن توسط همین رژیم به اصطلاح چیه؟ خمینی. به همین خاطر جریاناتی مثل سازمان راه کارگر از همون فردای به قدرت رسیدن، وقتی مثلا ما اومدیم اعلام موجودیت کردیم، نشریم درآوردیم، شعاری که همون شعار مارکس رو به آریت گرفتیم، انقلاب مرد زنده باد انقلاب. یعنی اومدیم به اصطلاح چیکار کردیم؟ گفتیم که عزم ما برای به گور سپردن رژیم سلطنتی استبداد شاهنشاهی درست بود، تلاش مردم برای دستیابی به استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی درست بود، منتها به دلایل مختلف که دفعه قبل توضیح دادیم، یک بخش هم به اصطلاح سرکوب بیامان نیروی چپ بود و عدم تواناییش در وقت موقع انقلاب برای سازماندهی مردم و تاکتیک های اشتباهی که قبلا به کار گرفته بود از جمله مبارزه چریکی جدا از مردم، اینا همه دخیل بودند. و در این حال هم نیروهای امپریالیستی، نیروهای قدرتمند غربی هم کمک کردن، نه تنها حتی غربی بلکه شرقی، خود شوروی، خود نیروهایی که مدعی به اصطلاح سوسیالیسم بودن هم تمام قد اومدن پشت این داستان. جالب اینه که حزب توده قبل از اینکه این رژیم شاه سرنگون بشه و فلان بشه و اینا، یک دبیر کل داشت به نام ایرج اسکندری. او در مصاحبه‌ای که با مجله تهران جوان یا همچی چیزی فکر کنم مصاحبه‌ای که کرد، مثلا اومد اونجا هشدار داد در مورد ماهیت ارتجاعی همین جریان روحانیت. بلافاصله به دستور شوروی او را برکنار کردن، کیانوری را جایگزینش کردن که نبه شیخ فضل‌الله به اصطلاح نوری معدوم شده در انقلاب مشروطه بود که اون با شعار اینکه میام سوسیالیسم علمی و اسلام امام خمینی هیچ تفاوتی وجود نداره، تمام قد نه تنها خودش رفت بلکه اکثریت بزرگترین سازمان چپ ایران، سازمان چیکای فدای خلق را هم به حمایت از این خط ارتجایی امام، همین امثال فراخ نگهدارها و غیره اینا، مثلا چیکار کردن؟ کشوندن. بنابراین اینجا یک جدال خیلی وجود داشت. یعنی اینایی که میگن چپ چپ، غافل از اینه که ما از همون موقعی که اینا داشتن ایران گفتن ایران را سراسر کربلا میکنیم یا صحبت از حکومت عبدعلی میکردن، ما شعارهای آلترناتیو رو در کف خیابان مطرح کردیم و از فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی هم از کردستان تا ترکمنسارا تا انزلی تا دانشگاه تا تظاهرات‌های دیپلم‌های بیکار تا شوراهای کارگری در کارخانجات، کنترل تولید در بسیاری از صنایع، در مقابل این رژیم جمهوری اسلامی ارتجاعی تازه به دوران رسیده ایستادیم. رفیق آرش عزیزم، امیدوارم که در بخش سوم تو همون لیستی رو که سیاهی کردی از مقاومت مردم در کردستان و بلوچستان و جاهای دیگر رو مطرح کنی که بتونیم با مخاطی ما یک بحث زندگی داشته باشیم. اما من بخواهم اینه بگم رفیق جان، اون لیستی که از احزاب و سازمان‌های مترقی تو به درستی نام بردی، مشترکن به اضافه هزاران چپ منفرد، یک خطای تاریخی نابخشودنی کردند. ما علیه اعدام هویداها
علیه اعدام ارتشبودان شاه که با دادگاه های فرمایشی بالای سر خمینی جلاد به وسیله و دستور خلخالی آدمخوار اعدام شدن اعتراض نکردیم. ما در جنبش زنان علیه حجاب خمینی که در خیابانهای تهران رپورت کرده بودن با جان و دل حضور پیدا نکردیم، که حتی اینجا ما چپهای رادیکال دارم عرض میکنم، اینجا و اونجا از کشتار افسران جنایتکار و هویدا فلان و اون عینات دفاع هم کردیم، که البته اونا جنایتکار بودن و هستن و در تاریخ در جزئیات میشه گفت این قضیه رو، ولی ما از بی عدالتی مطلقی که به قتل عام غیر دادگاهی اینها موجب شد اعتراض نکردیم. به قول برشت اعتراض نکردیم. وقتی نوبت ما رسید کسی نبود که در اعتراض بکنه در کشتار ما. ما برای کشتار غیر انسانی بدون دادگاه بدون محکمه کف زدیم، نه فقط اعتراض نکردیم تا برسید به کشتار ما. این خطای در حوزه‌های دیگر میتونم بگم، به ویژه این در برابری زنان و مردان که با تمام وجود زنان به میدان آمده بودن، چپ انقلابی دفاع جانانه نکرد. حالا یه کسی بگم من اون رو تو زهورات بودم، دمت گرم، خیلی هم عالی، ولی احزاب و سازمان ها به صفت احزاب و سازمان ها تمام قد در کنار من چپ انقلابی، اونایی که تو لیست بردی در کنار خواهران ترقی خواه و برابری طلب خودشون نایستادن. اینو به همه رو گفتی بورژوان، زنان بورژوان. حتی درکی هم که از زنان داشتیم، زن را به مثابه زن نمیدیدیم. یا زن کارگر بود در کارخانه بود که رفقی ما بود، اگر زن نبود بورژوا بود، زن دیگه نبود. ما استدلال میکرد یا بلاخره این حق حسانت ارث یا با شوهرش داره یا نه، این چند همسری رو زنش نزاز داره، این نظر بورژوا، این درد مشترک را با زنان زحمت کش ما داره یا نه. هرچند اینا دوتا چیز متفاوتی بودن. میخوام بگم که ما درکی اگر هم داشتیم در سیاست عملی در دفاع از برابری زنان با مردان نداشتیم، در دفاع از حق پوشش آزادانه اونا نداشتیم، در مقابله با دستگاه قضایی قصاب و آدم کش به رهبری خالق خاندی نداشتیم، بعد کردستان رفت رفقای ما را کشت دسته دسته، اونجا داد ما در آمد. رفیق حسن متاسفانه وقت ما به اتمام رسیده، بس در این زمینه خوب زیاده و ما سعی میکنیم در بخش چهارم باز هم به این مسئله بپردازیم، به ویژه به این سوالم پاسخ باید بگیم دیگه. خب تو این بخش ما سعی کردیم ثابت کنیم چرا یک انقلاب مردمی بود، نه یک انقلاب ارتجایی، انقلاب مردمی بود که ناکام ماند و رهبریش رو ارتجا به دست گرفت. حالا پرسش بعدی اینه که انقلاب که ناکام ماند شکست خورد، از کی شکست خورد و به چه دلایلی شکست خورد، که اونو به اصطلاح چیه با جزئیات در بخش چهارم میپردازیم. و اگه به اصطلاح تونستیم برسیم به درس هایی که از اون انقلاب میشه گرفت که خب میپردازیم، اگر نه اون تو بخش پنجم درس هایی که میتوان از انقلاب ناکام 57 برای انقلاب نوین ایران گرفت رو هم بررسی خواهیم کرد. مرسی. بسیار ممنونم. بسیار عالی است. اوکی.